های تنروی داعش پس از شکست سنگین در عراق و تحمل های سنگین در سوریه به هر راه و روشی پناه برده تا شاید بتواند دوباره ظهور کنند و قدرت را در دست گیرند و با مسلط شدن به مناطقی حکمرانی خود را با تکیه بر تفکرات افراتی اعمال کنند هرچند داعش تا به این لحظه موفق به چنین کاری نشده اما بررسی های انجام شده نشان می دهد این سنی های تون را همچنان به تلاش خود در این زمینه ادامه می دهند همکارم علی اکبری گزارش می دهد دیدبان الاسحر برای مقابله با افراد گرایی با انتشار گزارشی نسبت به رواج جعل مدارک شناسایی به عنوان راهی برای نفوذ مجدد سنی های تندرو داعش به کشورهای مختلف هشدار داده است این دیدبان در گزارشی اعلام کرد مسئله جنگجویان خارجی که پس از اعلام تشکیل داعش در سال 2014 به این گروه تروریستی در سوریه و عراق پیوستند همچنان موضوعی گیج کننده بوده که نیازمند انجام مطالعات زیادی است یکی از برجسته ترین نکاتی که محققان و ناظران را متحیر کرده موضوع ناپدید شدن ناگهانی این جنگ جویان پس از اعلام حیدر عبادی نخست وزیر وقت عراق مبنی بر نابودی داعش در اواخر سال 2017 بود بر اساس این گزارش سالها تحلیل مقاصد نیروهای داعش پس از از دست دادن کنترل مناطق تحت نفوذ خود در عراق و سوریه کارشناسان را به این نتیجه رساند که راهبرد جدید داعش احتمالا حفظ کنترل برخی از مناطق دوردست و همچنین تصرف مناطق دیگری است که شرایط از نظر ژئوپلیتیکی و قومیتی برای فعالیت آنها مهیا شده اما اخیرا اطلاعاتی به دست آمده که نشان می دهد تعداد زیادی از آنها تصمیم گرفتند با استفاده از مدارک جلی شناسایی بار دیگر به کشورهای مبدع خود یا کشورهای دیگر بازگردند. سی ای که 2022 روزنامه گاردین از محبوبیت یک صنعت آنلاین خبر داد که در زمینه ارائه پاسپورت های جلی با ویزاهای رسمی فعالیت می کند. این مدارک به افراد دارای ارتباط با سنی های تندرو داعش این فرصت را می دهد که به هر کشوری سفر کنند.